ما از این پس جلوی ریخت و پاش بزرگان فینیتو را میگیرندی و با اشرافیگری مقابله خواهند کردندی. ما تو دهن فساد میزنیمندی. ارباب و رعیت ها در فینیتو با هم برابرند. این کت خدا آقا به دادم برس که بدبخت شدم. دوست به خانم زده و اموالم رو برده میباشندی. قال پس تو چه غلطی میکنی که در فینیتو اموالمان امنیت نداشتندی و مال و اموال فرفر را دزد زدندی؟ حالا گور پدر فرفر، اگر فردا دزد به خزانه من زد چه کنم؟ ای بابا کت خدا آقا، این روزها در فینیتو دزد بازار میباشندی. این همه مال باخته در فینیتو داریم، فرفر هم یکیش. چه گفتی؟ مال باخته؟ آو، یک فکر بکر به ذهنم زدندی. این فرصت خوبی است تا کمی مظلوم نمایی بنماییم. پول ما رو پس بدید. آهای اهالی فینیتو، اینقدر سر و صدا نکنید. ما هم خودمان مال باخته می باشیم اندی. همین فرفر بینوا را نگاه کنید، خانه اش را دزد زده. بیچاره شدم، بیش از 250,000 سکه فرنگی از خانم به سرقت بردندی. با آن کل آبادی های همجوار می توانستند نان و کباب سلطانی بخورندی. مگر معده آن دزد مفسد چقدر است که این همه سیرش نکردندی؟ که 250,000 سکه فقط در خانه ات داشتی؟ پس پولهای ما در خانه تو و زیر لحاف و دوشک تو میباشندی. ملت الهی میکنن تو کت خدایی میکنی. پول ما رو پس بدید. ملت الهی میکنن تو کت خدایی. فرفر عجب مشنگی هستی، بیچاره شدیم، چرا لو دادی؟ خدا آمد ابروی قضیه رو درست کنه، زد چششم کور کردندی. لعنت به کت خدا و همپالگی های دوستش.